81مین مراسم جوایز سالانه گلدن گلوب ساعتی پیش اینجا در هتل بیورلی هیلتون در لس آنجلس پایان یافت. مراسم گلدن گلوب امسال تحت مالکیت یک سازمان انتفاعی جدید برگزار شد با توجه به انتقاداتی که به این مراسم شده بود در طول سال 2021 و بایکوتی که صورت گرفت از سوی بعضی از ستارگان و شبکه NBC نسبت به انجمن مطبوعات خارجی هالیوود در راستای عدم تنوع نژادی، فرهنگی و جنسیتی. خب این انجمن کنار کشید، سازمان دیگری آمده و مالکیت برگزاری مراسم رو به عهده گرفته. امسال شاهد بودیم که 300 داور بین‌المللی از 75 کشور جهان که 9% اونها هم اهل خاورمیانه هستند برگزاری این مراسم رو به عهده داشتند و خب شعار اونها فراگیر بودن و تکثر عقاید و باورها بود که به نوعی میشه در نتایج مراسم امسال هم انعکاس این شعار رو دید. اما اگر بخوایم به جوایز اشاره کنیم، فیلم سینمایی اوپنهایمر با 5 جایزه و سریال وراثت با 4 جایزه پیشتاز گلدن گلوب سال 2024 بودن. اوپنهایمر بهترین فیلم رو جایزه‌اش رو دریافت کرد، بهترین کارگردانی رو آقای کریستوفر نولان دریافت کرد طبق پیش‌بینی‌ها، همونطور که پیش‌بینی می‌شد. همینطور آقای مورفی بهترین بازیگر نقش مرد رو و رابرت دنی جونیور برای نقش مکمل در اوپنهایمر گلدن گلوب رو دریافت کردن. سریال وراثت هم همینطور بهترین بازیگرهای نقش مکمل به این سریال رسید و همینطور سریال خرس که در بخش کمدی در تولیدات تلویزیونی گلدن گلوب رو دریافت کرد. فیلم غیر انگلیسی زبان آناتومی یک سقوط فیلم بسیار پرسر و صدایی بود، بهترین فیلم نامه رو دریافت کرد و همینطور اما استون برای فیلم کمدی پورتینگز یا موجودات بیچاره گلدن گلوب امسال رو دریافت کرد. فیلم موجودات بیچاره همچنین بهترین فیلم کمدی موزیکال امسال شد، برخلاف پیشبینی هایی که قرار بود طبق انتظارات باربی این جایزه رو از آن خودش بکنه، اما چنین نشد. ما دیدیم که برخلاف انتظارات که باربی در 9 شاخه پیشتاز بود، اما هیچ کدوم از این شاخه ها جوایز رو دریافت نکرد. خب در بخش باکس آفیس یا فروش درخشان نامی ازش برده شد، اون هم شاخه است در گلدن گلوب که ازش یاد شد و این در واقع شاید سورپرایز مراسم گلدن گلوب امسال بود که ما از باربی درخشش خاصی رو ندیدیم. اما اگر به لیست برندگان گلدن گلوب امسال نگاه کنید، میبینید که بازگشت دوباره است برای هالیوود به فرش قرمز و همون زرق و برق همیشگی که در طول 8 ماهی که اعتصاب بود دیده نشد. در واقع دفع دلتنگی بود برای ستارگان، بازگشت اونها بود به این صنعتی که ماها بود متضرر شده بود. و البته که این 81مین جوایز سالانه گلدن گلوب در واقع تلیعه است برای فصل جوایز در سال 2024 که ما میتونیم با نگاهی به این لیست در واقع برندگان نهایی اسکار امسال رو هم گمانه زنی کنیم. نیلوفر منصوری، لس آنجلس.